فرگوسن، پس از یک شب ناآرامی و تظاهرات، شهری در ایالت میزوری که با تظاهرات دوشنبه شب بخش‌های نسبتاً وسیعی از آن شبیه میدان جنگ شده است. یکی از تظاهر کنندگان فرگوسن در دوشنبه شب میگوید با اعمال خشونت آمیز مخالف است، اما بی خود و بی دلیل که به خیابان نیامده. او و همقطارانش معتقدند اگر این بار کوتاه بیایند، معلوم نیست چند بار دیگر باید شاهد کشته شدن سیاه پوستان و احکام این چنینی باشند. و دیگری هم گفت سنی از او گذشته است و می داند که اینها همه حاصل نابرابری میان سفید پوستا با هم نوعان سیاه پوستشان است. حوادث فرگوسن به صورت نماد اعتراضات تبعیض نژادی و مبارزات حقوق مدنی در آمده و بار دیگر خاطره وقایع مشابه در تقریبا 60 سال پیش در آمریکا را زنده کرده است. دقایقی پس از اعلام رأی هیئت منصفه ویژه، رئیس جمهوری آمریکا مسائل نژادی در این کشور را یک واقعیت خواند، اما از تظاهر کنندگان خواست از توسل به خشونت پرهیز کنند. We have made enormous progress in race relations. در مورد مسائل نژادی در چند دهه گذشته خیلی پیشرفت کرده ایم. من خود شاهد آن بودم و فکر می‌کنم این کار کردن آن در واقع انکار قابلیت‌ها و توانایی‌های آمریکا برای تغییر است. اما هنوز مسائلی وجود دارد و جوامع رنگین پوستان این مسائل را از خودشان در نمی‌آورند. باید به این موضوع‌ها بیندیشیم، آنها را درک کنیم. اما با پرتاب بطری، با درهم شکستن خودروها و شیشه ساختمان‌ها این مسائل حل نمی‌شود. غارت کردن فروشگاه‌ها و صدمه زدن به افراد هم مسلماً کمکی به این کار نمی‌کند. راه‌های زیادی برای ابراز نظرهای سازنده و کارساز وجود دارد. کشیشی که معروف‌ترین و با سابقه‌ترین فعال حقوق مدنی در آمریکاست می‌گوید آنچه در فرگوسن می‌گذرد نتیجه بی‌توجهی به خاص سیاه‌پوستان است و اقدامات امنیتی مسئولان آن شهر بیش از اعلام نظر هیئت جوری نشان می‌داد که علیه پلیس سفیدپوست اعلام جرم نخواهد شد. انتظار می‌رفت، اما به آنهایی که مانند ما دلشان می‌خواست محاکمه علنی و عادلانه را ببینند ضربه بزرگی زد. فکر می‌کنم حتی وقتی انتظار ضربه ای را دارید به هر حال صدمه می‌بینید. جوانی سفیدپوست از سکنه شهر نیویورک از بکارگیری زور بیش از حد توسط ماموران که گاه به گاه دیده می‌شود و جو پلیسی شهر فرگوسن به شدت انتقاد کرد و سیاه‌پوستان شهر نیز بلا استثنا به رأی صادر اعتراض کردند. خیلی بده، این درست نیست. حتی اگه اون جوان کاری کرده بود باید لااقل یه عدالتی رو رعایت می‌کردن. به نظر من هیچ پلیسی نباید بتونه هر کاری که دلش می‌خواد انجام بده. این واقعا خیلی غلطه. زن و شوهری سفیدپوست از حکم صادر متاسفند، اما راه دیگری جز اطاعت از آن نمی‌بینند. اما دو سفیدپوست دیگر در گروه سنی متفاوت می‌گویند به نظر آنها هیئت جوری ویژه تمام داده‌ها و حقایق را بررسی کرده و باید به رأی آنها احترام گذاشت. رضا محدث، صدای آمریکا.